سلام پسرم، خسته نباشی. ممنون. چرا اونا از من بعدشون میاد؟ اونا تا سال گذشته خیلی با من خوب بودن. انتظار اونا رو خسته کرده. انتظار چی؟ انتظار انتقام پسرم. اونا خودشونو از تو طلبکار میدونن، میخوان انتقام مرگ پدرتو که سرکردشون بود از جلیل خان بگیری. ولی مادر، تو تا حالا اینو به من نگفته بودی، یعنی هیچ کس نگفته بود. آخه تنها این نیست پسرم. دیگه چیه مادر؟ دختر جلیل خان، مریم، اون دختر نامزد توه، از قبل از تولدش بوده، به خواست پدرت و پدر خودش عقد شماها رو با نیزه ها بستن. اون روز هرگز یادم نمیره، مقابل چشم تمام مردای دو قبیله دوتا نیزه رو به هم دوختن، اونا رو رو خط زمینای ما گذاشتن، اینطوری پایه یکی تو زمینای ما و پایه یکی تو زمینای اونا و رأس دو نیزه متصل به هم. پس چرا تا به حال اینا رو هیچ کس به من نگفته بود مادر؟ چرا من راجع به اینا چیزی نمیدونم؟ برای اینکه این وظیفه من بود که اینا رو برای تو بگم پسرم، هیچ کس دیگه این حق رو نداشت. پس چرا تو اینا رو زودتر به من نگفتی مادر؟ برای اینکه اونا رفتن، از این زمینا کوچ کردن و رفتن شهرنشین شدن. اینو خودم میدونستم، اما تو باید به من میگفتی که مردم، این مردم از من چه انتظاری داشت. آخه نمیخواستم از من دور بشی. ما برات اهمیتم نداشت که سرفکنده بشم و توف و لعنتم بکنن. ها مادر، تو منو تبدیل به یه توفال مرد کردی. حالا معنی اون نگاه ها و اون ترش رویه رو میفهمم. من میبایست انتقام میگرفتم. خون ریزی به چه درد میخوره؟ تو باید زنده بمونی، باید زندگی کنی. اما زندگی بدون شرف به چه درد میخوره؟ شرف بدون زندگی به چه درد میخوره؟ ها مادر، تو طوری صحبت میکنی که انگار نه انگار اونا پدرمو کشتن. نه شوید، من دارم مثل یه مادر صحبت میکنم، یه مادر که تنها امیدش و تنها کسش توی این دنیای بزرگ پسرشه. تو جلیل خان نمیشناسی. پدرت با تمام جسارت و تجربهش حریف اون نشد. تو در مقابل اون فقط یه بازیچه‌ای. اون تو رو میکشه. میدونم به چی فکر میکنی، میدونم که نمیتونم تو بگیرم، اما اون تو رو میکشه. از اینجا تا ویلای اونا 18 کیلومتره. نه، من فردا صبح میرم اونجا و تا انتقامم نگیرم به ده خودمون بر نمیگردم. نه، مبارک باشه. خیلی خوب شدید. خب، یه فکر
فکر میکنم امشب بهترین شبی که میتونم ازت چند تا سوال بکنم. چی شده ماما؟ هیچی، فقط میخواستم بدونم که تو از تو پسرم هاد کدومو بیشتر دوست داری. والا ولی بگم هیچ کدوم، باور کن که بهت راست گفتم ماما. در اینکه تو دختر عجیبی هستی شکی ندارم. البته فراموش نکنی تو فکر مخاطیه که شما میگی نیستم، ولی تو از یه خونواده اینش نیست، پدر تو رو نامزد کرده، این رسوم دیگه کلیه شده. خب چطوری میشه دختری رو قبل از اینکه متولد بشه برای پسری نامزد کنه؟ منم همینطور برای پدرت نامزد کردم. از کجا معلوم بابا شما رو دوست داشته باشه؟ اون دیگه من باید ببینم که میدونم. من با کسی کاری ندارم، فقط برای دو چیز اینجا اومدم. اول دیدن جلیل خانو، گرفتن انتقام خون پدرم، و دوم اگه زنده بودم. نه به کشتهاتی، دومی دیگه وجود نداره، چون امشب به همه قضایا فیصله میدیم. مامان من میترسم، دارم شور میزنی، نکنی اتفاق بعدی بیافتی. ساکت باش دخترم. درسته که جلیل خان اینجا نیست، ولی ما به عنوان برادرزاده‌اش میتونیم ازت پذیرایی بکنیم. یه آدمی که برای گرفتن میاد شیش لول میبنده دهاتی، یا ناسلامتی دو نفر واسه خودش عجیر میکنه. نه مانعی نداره، این دوست ما نه شیش لول داره که ببنده، نه پول داره که کسی رو عجیر بکنه. دیشب غذای سنگی خورده و تو خواب دیده که بیاد اینجا و انتقام بگیره. خب ما میگیم خیر باشه. حسابی حالت رو بردن ها؟ تو کی هستی؟ این سوال من بود جبو، امت نداره رهت میگم که من کی هستم. من مدت هاست که در این اطراف معامله میکنم، میدونی 30 ساله که این کارمه. خب بگو ببینم تو کی هستی؟ چرا کتکت زدن؟ قرار نبود سوال منو جواب ندی. تو چه تا پسر؟ ما میتونم کمکت کنم، به من بگو. به این دستا نگاه کن پسر، اینا دستایی مردن، اینا رو به کمک بطلب و ببین چه کارایی ازشون ساخته است. اینا میتونن از تو یه مرد بسازن، یه مرد شاهو بکش مرد. درس اول پسر، هر چه خواستی پاتو بسری اول زمین رو امتحان کن.
این درس رو مجانی بهت دادم. میخواد توفان بشه، من میتونستم از تو یه مرد بسازم جوان، یه مرد که هر کس اسمشو میشنفت پشتش از ترس عرق میکرد. تو فقط تا وقتی منو ببینی فرصت داری، من میتونم کمکت کنم پسر. تصمیمت رو بگیر. تو اسمت چیه؟ مرد. بیا جلو، منتظرت بودم. بیا. مرغی که انتیل میخوره نوکش کجه. کی؟ ساز میزنی، خیلی دلت میخواد راجع به من چیزا بدونی نه؟ وقتی بهت بگم زندگی چیه، قدرت کجاست، پول از کجا میاد و کجا میره، معاملات بزرگ چجوری و کجا انجام میشه، مرد کی و مردونگی کنی میشی، که همه چیزا میدونه. چیز زشت زیبا. تو خیلی تو خودتی پسر. ببینم، نمیخوای واسه مشتی که بهت زدم یه مشت بهم بزنی؟ که داری حوصله‌مو سر میبری. تو اسم خودتو مرد گذاشتی، باید به خاطر مشتی که بهت زدم تفتیم دهنمو بدی، نه اینکه بر رو بر منه نگاه کنی. اقلا یه مشت بزن دلم کنک شه. نشونه بگیر که مطمئن باشی هدفتو میشناسی. حیف شد، میتونستم از تو یه مرد بسازم، اما مثل این که تو دلت نمیخواد. یه وقتی یه کسی به من گفت هر وقت ترسیدی فریاد بکش. بالاخره یه نفر صداتو میشنوه، حالا تو هم فریاد بزن، شاید یکی صداتو بشنوه. تو خیلی ترسیدی پسر، خیلی زیاد. مرد منم باهات میام. بیا بیا. بریم مرد.
شخص نمیمیره، ولی ممکنه هم دفعه مرگ تبریزی رو با چشمش ببینه. اون روز من اون مرگ رو دیدم، اونا اونقدر کتکم زدن که من نواره در اومدم. الان نظرنم که اونا جلوی چشم همون دختره من رو زیر پاشون انداختن، با مشت و لجب به جونم افتادن. میدونی مرد، اونا منو کشتن. بابا چه برمیکردی و انتقام خودت از اونا میگیری. الان فکر خودت باش، عجله کن، اینا رو باید خوردش کنیم و باهاش یک کلبه بسازیم. یک کلبه یک قشنگ با دو تا تخت راحت. راحتی خیال در آرامش رو خیلی موثره. یالا پسرم بجام. جاییه که با دستای خودت ساختیش و دوستش داری. هیچ جا به قدر خونه خود آدم دوست داشتنی نیست. ممکنه شم این خونه از نظر ظاهری چندون جالب نباشه، ولی میتونه تو این جنگل از تمام قصرهای دنیا برای ما بهتر نمود کنه. خب حالا دیگه نوبت توه، باید بری به آبادی نزدیک اینجا و برامون آذوقه بخری. رانندگی که یادت دادم چیپو برده برو. ببینم پول داری؟ آره دارم. میدونستم تو جیب زیر کمرته نیست؟ چیزی هست که تو ندونی؟ آره خیلی چیزا، انقدر زیاده که گاهی فکر میکنم هیچی نمیتونم. سلام علیکم. چی می‌خواستید؟ 5 کیلو برنج، 4 کیلو سیب زمینی، یه من پیاز، یه من روغن، یه بسته نمک سود بردار. دو سینا فلفل زرد. چاکرتون ای والا باج بگیر این نواحی دور اطرافم. هر جنس خرید فروش میشه تومن 10 شاهیش مال منه. از اون 10 شاهیش 5 شاهیش مالیات جاده است، 5 شاهیش دستخوش خانم بالاست، چه اون بالاست. اون باست 10 کیلو مرد یه بچه فسقلی ویدی مثل من. من وقتی بودم یه اومدم همش 4 سیرو سه مسقلی بودم. البته اینو بهت بگم، هر که خواسته باشه شونه خالی کنه یا بابن سرشاخ بشه اصابش اینو که میبینی واسه خاطر دو زاره بیا قابلیت نسناز ببین چه بلا این سر ساله رو تو برده. آخه ناراحت شدی؟ یه نکن نچونم اصلا ما با توجهی نکن. سلام. آخه
آها دیگه اصلا ما گفت با من یا با تیفان باها اولاق آقا شما زبونم داریم زبون آره اما پول مفت نه ها دانم چیکار کنم خب بگه چی بیام پیشتون هفته یه شب یه سری به من بزن چی؟ اونم جاده است برو برو تو پل من خدا فی چیه؟ زبزده شدی؟ نه میدونی مرد من همش فکریم که تو وسط این جنگل چطوری این وسط جور میکنی؟ مگه نشنفتی که میگن سی مرش در قاف قسمت خورد زندن این یکی از درساست که باید یاد بگیری هر کی ریش داشت بابای آدم نیست به ناموس دیگرون به چشم پاک نگاه کن فهمیدی؟ تو فقط درس میدی منم باید عمل کنم بره؟ برای اینکه هنوز وارد نشدی و الا تنها می اومدی از پشت اون جیب بیا بیرون من از یه آقای طلبکارم طلبکاری؟ بله طلبکار مراجی رو میداری از کی طلبکاری؟ از این اونق این با این قد و قواره باز بگیره اون دهکده است میگه از هر کی خرید و فروش میشه تاکش به اون میرسه باج بگیر حقیقی من نیستم مادرم خانم بلاخت با برداز بشید بیا بیا بگیر دست شما در بکن بیا موازی باشتن گیرم کار دست خودت ندیر نه برو دای آقا جا سری به ما بزن چش ببینم اسم شما چیه اسم من مرده مرده؟ بگو گنده مرد نه آن که اونو قدیده چرا بهش پول داری؟ دو تا آدم گنده مثل من تو که نباید به این مخلوق نصفه خدا باش بدم اون که ما دادیم باش نبود پس چی بود؟ کمکی بود به یه مادر پسر که هر دو از نعمتهای زندگی محرومن تو از کجا یه مرتبه مادرشو دیدی که فهمیدی از نعمتهای زندگی محرومه؟ وقتی اون گفت که باج مال خانم بالا مادرشه که 110 کیلو وزن داره میخواست به من رو تو حالی کنه که هیچ کدوم اونا قادر به کار کردن نیستن اما این کار با لادگی و مسخرگی انجام داد تا از جدایی فاصله داشته باشه تو خیلی چیزا میدونی خیلی خوبه خوبه شما
ناراحت نباش، خودم با جیب میرسونمت. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. بریم. آوازی دیگه. Thank you.
شهری جای دیگه پیدا نکردین دختر خانم؟ عوض این حرفو کمکم کن که باشم. مطمئنم که خودت میتونی باشی. نه نمیتونم، باور کن که نمیتونم. خب عیبی نداره، اگه نتونستی به اون پسر موهای مسخرت بگو بیان کمکت کنن. صورتی که آدم بدی نیست. شایدم هستم، آدم ها رو به این زودی نمیشه شناخت. برای شناختن تو حتی یه نگاه کافی. نه، برای زندگی با تو حتی یه عمر کمه. خب سعی میکنم هر روز بیام این طرف ها. آره ملاقات باش گذاشتی ها؟ ببینم دوستش داری؟ چطور مگه؟ عشق تو زندگی آدم خیلی لازمه، یعنی اگه روزی احساس کنی که قلبی برات نمیتابه بدون زنده نیستی. تو باید بازم اونو مرد، تو چرا میخوای من اون دختره رو ببینم؟ به دو دلیل. اول اینکه پیمانی که با خودت بستی یادت نره و با دیدن اون برای گرفتن انتقام مصممتر بشی. دوم اینکه همونطور که خودت گفتی اون نامزد توه، باید به تو عادت کنه. وقتی زمان انتقام گرفتن تو برسه اون باید بین تو و فامیلش یکی رو انتخاب کنه. ولی بدون که عشق بر همه چیز پیروزه.
با این همه یه فروشنده دورگرد شدی. میدونی
تو همه چی راجع به من میدونی، اما من هنوز اسم تو رو نمیدونم. اسمم مرده، اینو میدونی. دستام خالیه، جیبام هم همینطور، اما غنی هستم. کی از غنی ترین مردای روی زمینم. میدونی چرا؟ چون هر چیزی که در این دنیا بخوام با قدرت تصور و اندیشم برای خودم به وجود میارم و ازشون لذت میبرم. اما اونا حقیقی نیستن. آه چرا چرا، اونا حقیقی ترن، خیلی حقیقی ترن. برای اینکه با قدرت اندیشه و فکر ساخته شدم. اسم خودتو مرد بذاری، اما یادت نه از قدرت در راه حق استفاده ها دل بستی. تو کجا میخوای بری؟ کی میدونه؟ تمام مشتری های من منتظر من. شاید یه روزی دوباره هم دیگر رو دیدیم. شاید. خب من میبرم، ای بالارم تو ببر. درس آخرم بهت میدم پسرم، فراموش نکن در انتقام گذشت نیست. این چطوره؟ خوب؟ بله. اتاق میخوام. این با بازو همشهر نباشه. والا جونه تو والا من دارم یکی حساب کنم، یکی و نصفی حساب کنم. خودم معتل مادن. وای لا الا الله. خوب دو تا حساب میکنم، به جهنم به درک مسافخانه که مال پدرم نیست. حتما مال مادرشم. بگیرون خیلی بفرمایید. این تنها اتاقیه که توی شهر برای شما پیدا میشه، تر تمیز است. کمدش هم نو است، تازه خریدم. کمدش نو است، قربانی کمدش برو. ملافا نو است، اما وضع باش بچه خراب کاری نکنه. برو برو پیر من، برو. آقا جان عجب تختی داره. آدم حواس بکنه، بگیره بخواب. اونق برو کنار بزن من به کارمون برسی. بخه برو دیگه. نوستر خوشگلی هم برای ما در بستر شده. تو هرچی خوف میزنم باز نمیخوابه. بله اونوق باز اونوق شد. خب بفرمایی با یه قد قواره ما اینجا چی کار رویم؟ برای قدت یه کاری میکنم، بعدش هم یه جاهای خوبی میبرمت، جاهایی که حتما تا حالا ندیدی. عجب جایی. شیلی حقش میگه دیروز باید همهش با کمال خانونه افتران بیا باید باید به شمر با همه خوش خوش مدیدی همه یکی نسی آدم اومدن تو کمارخونه علی تو دار پول ببرن، خیلی هم پول میخواد ببرن. خب اگه بتونم ببرن نوش جونشون. خب بله. بخ بخ بخ
چه؟ همه بلاشم که به واسه کل سارو کشونه که آمالا هم درسته تجربه به دست میاره. خوب شنیدی که آقا چی گفتن؟ بچه خوبی باشه پولاتو بذار رو میز. درار درار آخه بر اومد اینم کاب من بلا ببین همه شو میخواد یه حق خونه. آره آخه بچه هست همه کاراش یه هویه. بده من تفر را الان چیزی بولتون بود ایچ بریم و فرمان جفتش خونه و حق اینا که یه خروار وز میشه من ناکره تمام با تسای خودم بازی میکنم مال بعد بیخی خوش صحابش. نه نمیشه تو قمارخانه باید با تسای اوستاری جوری من بکنه تسای اوستار تو بره آششن نره اون تسای خودش شونه داد از کجا اون تسای خودش خب بازه چیه دست خدا ندیگه شما ها بخال پایین بازی میکنه من بخال بالا یعنی تو بازی شما هرکی کمتر بیاره میبره تو بازی من هرکی بیشتر بیاره میبره. حواست باشه نه خوشی چیه؟ همیشه خال پایین بازی میکنیم اگه حریفه بفرمو جلو اصلا رو بازی نکنیم باز کنار بینا آقا درگی رو باز چی بازی نمیکنیم؟ خب نه تاسای اون نسای تو با تاسای من بریزیم خال بالا هم بازی کنیم چاست که با تاس فرق نداره فرق نداره فرق نداره خود چی میگی؟ تو خودت باش دست کچه قبوله با این که خلاف دستور علی تو داره ولی باش میریزیم باشه چگاله پولتو از اصلا بفرمایم وسط کارکاری نکن با سامرم دست جفتون وقت بریم شانسش مثلا دستر که چشم هفتو تو بخیم بیا ببینم واسه ما تاس فرقی نره حالا مرد میخوام جواب این شش رو بشت رو بده شش رو بشت رو بشت رو من اینا چقدر سنگینه من زورم نمیرسم تو قلشون بده بیا ببینم چی شد تو میخونی اون قلش بده تو و رفیقت هم همین کار کردین مگه نه تو مردش باش جفشش بکار برخصو بکار آره برخصو من که جیا نمیرم تو خفه شو تو حرف نزن چشم خدایا 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 دو تا شش دو تا شش دو تا شش نه نه قربونه دیرم دیدیم یا بگیری یا بگیری سرکا باشه چونه باشه پولو بده بکارون بده بس من بزرگو نصف قاده تو ورده بیا دارمش شیشو ورده شیشو کجا کار سرداری سر میشکنی من فقط یه دست بازی میکنم اونایی که یه دست بازی میکنم فقط یه دست کنم پس بذار یه دست دو واسط بشکنم که با بازی شروع بشه اون بزاره بگو بید اینجا اطاعت میشه جا ساکت باش خوش اومدی داشم از اولم باست میمدی همین بالا تو واسه نه ایمدی مگه نه بودی چقدر جلویی بدش نیست بدش من نمیدم بده من نره پردم آره میدونم بابا برم کی تو رو دستده من اینجا پول میدم و تو پول میگیری پس من سوال میکنم و تو جواب میدی آخه هی کنپرس میکنه آشل آشل خیلی چلکی خب میفروشی یا نه معلومه که میفروشم تا واسه چی انقدر تو دارم بگو بینم زبونم چی باس بسد بخونه ها؟ آدرس مشخصات نوع کار درآمد زندگی داخلی نوع جنس شلواری اندازه کفش پا مقدار و میزان سپرده های بانکی خب جمع. یعنی از سیر تا پیازه هر سه نفرشونم بله همه نوع کرتم این اخبار اونم راجع به این سه نفر بیشتر از اینا آب میخوره میدونیم من آدم اینجا پیش تو پس خوش ندارم بازنده برم روشن شد
روشن شد؟ زعف رو میدنم. باشه من حال معاملم، باید مایه کاری حساب میکنم. آه آه بزن خدا بردارم نصفم رو. اما نگو کجا باید خبرها رو برش بیاری. نه اون خیلی کلکه، به این میگن مرد. اون میرونه بچه های من تقیبش میکنه. واسه همینم جاشو نگفت که من حالی کنه اهل فن. یه روزوی برای من بحران شده، میدونی چیه؟ من هیچ نفهمیدم اون خبره رو باز به چی بده. مگه زبون نداشته بگی جای ما کجاست؟ نراحت نباش، زبون علی داره ما رو تعقیب میکنه. کش زبون ما رو تعقیب میکنه؟ خاطر من اومدی درسته؟ جوابمو ندیدی؟ فکر میکنی اگه به خاطر تو اومده باشم میتونم با تو برگردم؟ چرا نه؟ پدرم همین روزا از اروپا برمیگرده، اون با دیگران فرق داره، تو میتونی با خودش صحبت کنی. آره باید با خودش صحبت کنم. خیلی چیز هست که من اون باید به هم بگیم. مهم اینه که ما هم دیگر رو دوست داشته باشیم. اطمینان دارم پدرم مخالفتی نمی کنی. من پدرم خیلی خوب می شناسم، اون حتما از تو خوشش میاد. این کی بر می گرده؟ همین روزا دیگه پیداش می شه. بهت قول می دم بلنش انقدر فکر نکن رو بیم بیری. چه خبر؟ یادم افتاد، اون وسط یه نامه فرستاده قد تاب امیر اسلان حسینی خورد. بفرمه بخونید. بدونم زبون علی تودار وسط بگه این ستا هستشون از اون جلوهای روزگارن. شروع کنیم از اولی. اسمش ناصر خانه، 30 سالشه، از اون ناکس هست. از زمنا صفته های کلونی میگیره و دومشونو تو تله میذاره و پول داره پیره و وسیله اینا راست ریس میکنه. خودش هم بساط عشق درست میکنه و حال میکنه. برا بزن مشغولم. تطق تق دیدق دو دیدیم دارم دارم دارم. الان میگه فرمایشی بود. آره داشتم فرمایش دارم. خوش دارم ناصر خانو ببینم. نیستم مربای کاره. چکون به جنازه را. چکون به جنازه را. آواشو داشته باشم. چشم. آواشو داشته باشم. چشم.
اونجا اون بغل زیر تشکه چه برگشتی؟ نه به خاطر من و من احمقو بگو که برای خودم دنیا این ساخته بودم فکر میکردم این من بودم که باعث شدم تو برگردی و این دنیای کوچک ما بود که باعث شد تو رو خب نفر بعدی چیه؟ رضا بعد امیر و بعدش؟ بگو شکار بعدی چیه؟ بگو من فقط ظلمی که به هم شده تلافی میکنم تلافی؟ تمام وجود تو رو کینه و نفرت گرفته با این همه کینه تو چطور میتونی کسی رو دوست داشته باشی؟ چطور میتونی مفهوم دوست داشتن رو بدونی؟ زبون علی تودار واسد بگه دومی شراست 35 سالشه سابقهش خیلی خیتو اهل قماره از اون بعد زنهای پنج پخ روزگاره فکر نمی کنم لازم باشه زبون علی تودار کلکشو بگه تو خودت یه پال علاجی بیشتر تو محلای پرت و ساختمانی نیمه کاره پاکمانی جز میکنه
بهش میگن امیر زیگزاگ. وقتی یه کاری میکنه و بخواد جیم شه، هیچکی به گردش نمیرسه. از این نالوتی های روزگار اگه دو تا نامرد تو دنیا باشن، هر دوش خودش باشن. من که وجود داشتم، ولی اونا دنیای دیگه ای داشتن، اونا تو زمان دیگه ای بودن.
ولی خون اونا تو رگای ماست و خون ما تو رگای اونا بوده. خب این دلیل چی میشه ها؟ دلیل همبستگی ما به اونا و عشق من دلیل همبستگی ما به همه. بله ولی عشق من به تو دلیل همبستگی من به پدرت نمیشه. اما تو با کشتن اون چی رو با نکشتنش چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که یه مرد که یه مردم ها؟ مرد تنها مردی که تو زندگیم شناختم اون بود و همون بود که اون کلماتو به من گفته. اون گفت در انتقام گذشت نیست. ولی اونم یه مرد بود. بگو که پدرت یه مرد نیست. تو رو برای وساطت اینجا فرستاده ها؟ تو غرق در نفرتی از تو جوزیه. یه خویه دارن دیگه، چیزی باقی نمونده. اومده بودم خبری رو بهت بدم. فردا ظهر پدرم از سفر برمیگرده. بهش میگم که فردا شب برای ریختن خونش میای. بهش میگم تو نمیتونی صبر کنی تا عرق سفر از تن اون خشک بشه. بهش میگم که منتظر تو باشه. در باز کن. چشم خانم. شما مشروع نمی داریم؟ مثل شب اول همه جمع. خب این بارم من نباید با جلیل خان روبرو بشم، یا شاید خیال دارین دوباره خودتون ازم استقبال کنین؟ چرا جواب نمیدین؟ چرا حرف نمیزنین؟ پس کجا اینجا رسالت همون کن؟ بیتاب شدی. ما بله ما چیه شدی؟ انتظار نداشتی من اینجا ببینی ها؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ تو از من خواسته که اینجا باشم. من از جلیل خان خواستم که اینجا باشه، نه تو. جلیل خان خود من است. میخواستم از تو یک مرد بسازم. چرا؟ برای اینکه پدرت قبل از مرگش از من خواسته بود. درست قبل از اینکه زمان خان پدرت میون بازوهای من بمیره. جنگ من با پدرت جوان مردانه بود و اگر مجبور شدیم که با هم بجنگیم و در این جنگ اون از بین بره بسازم. ولی مردی رو که ساختی امروز نمیتونه انتقام پدرش رو ازت بگیره. چرا میتونه؟ درس پنجام یادته؟ در انتقام گذشت نیست. چی انتخاب میکنی؟
اینجا نه. بله اینجا نه، در یک اتاق تاریک. انتخاب اسلحه با تو و محل با من، چطوره؟ تردید نکن پسر، یک لحظه تردید سر تو به باد میده. چرا ماتالی؟ بیا تو. درست این همه حال تو رو داشتم جونتون.